سلام، حالتون چطوره؟ شما در حال تماشای کانال تروت استار هستین و من با یک تاروت خانی دیگه در کنارتون هستم. نیت تاروت خانی امروز به پیشنهاد دوستانمون هست. میخواییم فال تاروت به نیت ارتباط با عزیزان در گذشته بگیریم. قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم، من یک عود هم روشن میکنم برای دور شدن انرژی‌های منفی و به نیت دریافت پیغام‌های خوب از این تاروت خانی. دو تا دک اینجا براتون آماده کردم. با دقت به دک‌ها نگاه کنید. هر کدوم از این دک‌ها که فکر می‌کنید انرژیش با انرژی شما هماهنگ‌تر هست رو انتخاب کنید. روی نیتتون و دک انتخابی متمرکز بشید تا جواب خودتون رو بگیرید. تا شما انتخاب میکنید، من از دک اوراکل فرشتگان برای هر دو گروه کارت میکشم، چون میخوایم اول یک پیغام از طرف فرشتگان نگهبانتون بگیریم. این برای این دک و برای دک بعدی هم کارت بکشیم. اینم برای دک دوم. خب، این دک رو بذارم کنار. گروه اول، ببینیم فرشتگان نگهبان چه پیغامی دارن. بله، فرشتگان نگهبان به شما پیام میدن که حواستون به قانون جذب باشه، چون هر فکر مثل سرمایه گذاری میمونه که زود به سود دهی میرسه. پس عاقلانه ترین سرمایه گذاری افکار خوب هست، که افکاری که با عشق صلح هماهنگ باشه. ما منتظریم تا به درخواست شما با کمال میل پاسخ مثبت بدیم. خیلی خوب بود. خب حالا بریم ببینیم عزیزان در گذشته چه پیامی براتون دارن. اگر شخص خاصی مد نظرتون هست، اسم اون شخص رو چند بار تکرار کنید، تصویرش رو تجسم کنید تو ذهنتون. نشانه هایی رو میگم بهتون از طرف مقابل تا شما مطمئن بشید که آیا این شخص خود اون فرد مورد نظر شما هست یا نه. کارت اول داره میگه من کسی هستم که عنصر وجودیم از آب بوده. میخوام درباره مسائل مالی زندگی تو صحبت کنم. مسائل مالی که تو رو سردرگم کرده و نمیتونی دربارش تصمیمی بگیری یا کاری انجام بدی. برای بعضی ها میبینم خیلی کار میکنی، خیلی تلاش میکنید، اما بی نتیجه. کاری که میکنید به سوددهی نمیرسه شاید، ولی به هر حال نمیتونید حرکتی بزنید که از این موقعیت، از این شرایط بیرون بیاین. من برای رزق و روزی زندگی تو خیلی دعا میکنم. این آدم قلب پاکی داشته. داره بهت پیام میده که اگر دوست داری نتیجه کاری که انجام دادی رو ببینی، باید صبر داشته باشی. صبور باش تا کارت به سوددهی برسه. الان برای رسیدن به سود خیلی زوده، ولی با صبر میتونی اون چیزی که در فکر داری رو ببینی.
تو امور مالی، همه حرفش بیشتر تو امور مالیه، داره میگه موفقیت مالی رو با صبر میتونی به دست بیاری. بله، میگه اگر صبر کنی تا 9 وعده دیگه از نظر مالی برات خوشحالی اتفاق میفته و فراوانی نعمت که وارد زندگیت میشه. رفاه مالی براتون داره خبر میده. تکمیل شدن خوشحالی، تکمیل شدن خوشبختی در زندگی یکی پس از دیگری. به دست آوردن ظرفیت خوب کاری. ولی داره درباره یک جوان هم با شما حرف میزنه. جوانی که عنصر وجودیش از خاک و به احتمال زیاد تو حروف اسمیش حرف ف داره. ببینیم چی میگه. میتونه اعضای خانوادهتون باشه این جوان، میتونه دوست یا کیس احساسیتون باشه. سعی کن از این آدم مراقبت و محافظت کنی، این آدم رو توی زندگیت نادیده نگیری، بهش محبت کنی، اهمیت دادن براتون اومده. داره بهت میگه به این جوان اهمیت بده و خواسته های اون یا احساس اون رو نادیده نگیر. من همیشه با تو هستم، همیشه برای تو دعا میکنم. خیلی خوبه، چون این کارت داره میگه ارتباط من هیچ وقت با تو قطع نمیشه. توی سختی ها پشت سر تو ایستادم، چون دوست ندارم که به تو آسیبی برسه و همیشه برای تو دعا میکنم. داره بهتون پیام میده که بهتره شما هم قوی باشین، تو سختی ها کم نیارید، چون دعای من برای تو هست همیشه. خب از دک اجداد و نیاکانم 3 تا کارت بکشیم. ای بابا، کارت هامون هم که ریخت. بزن کارت ها رو بیاریم. پیغام کارت اول دقیقا همون پیامیه که فرشتگان نگهبان برای شما داشتن. کارت اول داره بهتون میگه شما میتونید با نور هماهنگ بشید وقتی که افکار مثبت دارید. شما یک نیرویی دارید که میتونید با کائنات ارتباط برقرار کنید، یک انرژی فراتر از انرژی انسان‌ها. پس بهتره، عقاب میگه بهتره تو ارتفاعات بالاتر پرواز کنی تا مسئله رو، یا اگر مشکلی داری این مشکل رو از بالاتر بهش نگاه کنی، یعنی از زوایای مختلف. چون زندگی شما از انرژی ماه احاطه شده. یعنی چی؟ یعنی این که شما موقعی که ماه کامل میشه یک نیروی خوبی دارید، یه نیرویی دارید که همه آدما اون نیرو رو ندارن و شهودتون اون زمان قوی تر میشه موقعی که ماه کامله. پس بهتره هر تصمیمی که میخوای بگیری برای زندگیت به اون تایم موکول کنی که شهودت قوی تر هست. خب این از گروه اول. امیدوارم که جواب خودتون رو گرفته باشین. گروه اول دوستان عزیز،
لطف فرمایید ویدیو رو لایک کنید، شما هم برای من انرژی مثبت بفرستین تا من این دکا رو جمع کنم بریم برای گروه دوم تاروتخوانی انجام بدیم. و گروه دوم یعنی دوستانی که این دک رو انتخاب کردید، روی نیتتون متمرکز بشین. من این کارتا رو بذارم این سمت، جلوی دستم یکم باز بشه. خب ببینیم پیغام فرشتگان نگهبان برای گروه دوم چی هست. گروه دوم، این کارت داره از طرف فرشتگان نگهبان بهتون پیام میده که سعی کن توی زندگی دیگران رو از چشم فرشتگان ببینی، یعنی با یک عشق و پذیرش بی قید و شرط. چون اگر این کار رو انجام بدی، ما هم بی قید و شرط خواسته های تو و آرزوهای تو رو میپذیریم و اونها رو برآورده میکنیم و به شما یک پتانسیلی میدیم که به بالاترین درجه که میخوای برسی، یعنی که میتونیم بگیم به بالاترین آرزو، بزرگترین آرزویی که داری برسی. خب ببینیم حالا عزیزان در گذشته براتون چه پیامی دارن. گروه دوم، بذار این کارتم ببینم. بله، من با اطمینان به شما میگم روح عزیزی که داره باهاتون ارتباط برقرار میکنه عنصر آتش داره، کسیه که تو حروف اسمیش حرف ت و یا س داشته، مثل یک دوست با شما رفتار میکرده. اولین پیغامش به شما اینه که شما از خیلی مسائل بیخبرین، از اتفاقات پشت پرده بیخبری، اطلاع ندارین، مخصوصا توی محل کارتون تاکید داره که شما از یک سری چیزها بی اطلاع هستین. بله، دو بار هم داره از این بی اطلاعی شما، این رمز و رازی که شما ازش خبر ندارین، دو بار داره بهش اشاره میکنه و تاکید میکنه. میگه به خاطر همین بی اطلاعیتون الان استرس دارین، از یه چیزی که شاید هنوز اتفاق نیفتاده دلشوره دارین و نگرانید. شاید از یک بدهکاری، از دست دادن پول یا از دست دادن یک خوشحالی خانوادگی که شما براش خیلی تلاش کردین، برای یه موقعیتی که هنوز از دستش ندادین نگرانید، چون خیلی براش تلاش کردین تا اون موقعیت براتون فراهم بشه. میگه از یک دوست برحذر باش، از دوستی که به نظر میرسه خیلی خبرچینه و احتمال داره که کسی باشه که متولد ماه خرداد هست. میگه این آدم خوب تو رو نمیخواد، دوست داره که این خوشحالی تو، این موفقیت های تو همه خراب بشه و برعکس باشه، یعنی موفق نباشی، خوشحال نباشی و تنها بودن تو یا تنها موندن تو این آدمو خوشحال میکنه. تو آدم خوبی هستی، تو اون کسی هستی که قلب پاکی داری و خیلی هم راحت به این دوست اعتماد کردین. شاید این چیزی که شما نمیدونید اینه که این دوست باعث شده شما توی یک رابطه احساسی شکست بخورید، یا یک کار، یک شراکت شکست خوردن براتون افتاده. اگر این اتفاق افتاده،
و علتشون نمیدونید، فکر میکنید با خودتون که چرا من تو این رابطه یا تو این کار شکست خوردم، میگه علتش این دوست تو هست. کارهایی که کرده باعث شده که شما به شکست برسید. خب اجداد و نیاکان چه پیامی دارن؟ کارت اول پیام میده که بدون درهای رحمت الهی، درهای موفقیت به روی تو بازه. پس پرقدرت و بدون شک به طرف آینده برای پروژه هایی که داری حرکت کن. سعی کن توی زندگیت بر اساس قدرت و صداقت تصمیم بگیری. از محدودیت هایی که خانواده در گذشته یا حال برات ایجاد کردند بیرون بیای، چون تو ژنتیک و الگوی رفتاری قوی داری که نیاز نیست متکی به کسی باشی یا کسی بخواد برات محدودیتی ایجاد کنه. بله، دعا میکنیم که روح همه عزیزان در گذشته قرین رحمت الهی باشه. اگر این تارودخوانی مورد پسندتون بود، لطف فرمایید لایک کنید، کامنت بذارید و مثل همیشه دعا میکنم که خدا بهترین ها رو سر راهتون قرار بده.